سرخط خبرها جنگ در ارزگان سقوط ولسوالی گیزا و درگیری در دو ولسوالی دیگر سه تن به شمول دو غیر نظامی در کابل ترور شدن طالبان یک قاضی را در قندهار کشتن و طالبان به ترجمانهای نظامیان خارجی فرار نکنید با شما کاری نداریم حمله طالبان بالا یار محمد دوستان به نام خداوند بخشنده و مهربان با با تقدیم سلام به که زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید تقاضا می تا آخری این مجموعی مهم با ما باشید طالبان یک قاضی را در قندهار کشتند. دادگاه عالی میگوید که محمد فیاض عضو محکمه ابتدایی شهری ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس در قندهار ترور شده است طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند عبدالفهیم قیوم سخنگوی دادگاه عالی به خبرگزاری افاق گفت که این قاضی شامگاه یک شنبه شانزه جوزا در مربوطات نای دوم شهر قندهار ترور شده است سخنگوی دادگاه عالی افزود این قاضی زمانی که از مسجد پس از اعدای نماز به سوی منزلش در حرکت بود هدف حمله تروریستی قرار گرفته است گروه طالبان مسئولیت حمله بر این قاضی را بر عهده گرفته است این گروه از این قاضی به نام شخص بدنام و رشوتخور نام برده و گفته است <متصفيق> که او در پرونده های جنگیان این گروه همواره مشکل ایجاد کرده بود این در حال است که در ماه های اخیر ترور هدفمند در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است سیتان به شمول دو غیر نظامی در کابل ترور شدند فرماندهی پلیس کابل میگوید که سیتان به شمول دو نظامی در دو رویداد جداگانه در نوای شهر کابل از افراد مسلح ناشناس ترور شده است فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به خبرگزاری آفا گفت که این رویداد صبح امروز دوشنبه هفته جوزا در مربوطات نای هشتم ساحه شهرک قریه کجل صورت گرفته است سخنگوی پلیس کابل از این دو پرسنل نظامی به نامهای زبیولا و سیمیولا یاد کرده و گفته است که هویت شخص سیومی تا هنوز مشخص نشده است فرداوس فرامرز افزود که این دو رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی قرار دارد ترورهای هدفمند در ماهای اخیر به گونه‌ای بی سابقه در مرکز و ولایت دیگر افزایش یافته است شامگاه یک شنبه 16 جوزا هم یک عضو محکمه ابتدایی شهری ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس در قندهار ترور شد انایتالا بابر فرحمن در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است حملات گسترده طالبان که امروز صبح بالای نیری های ویدی قماندان یار محمد دوستم در مربوطات ولسوالی آخچه صورت گرفته بود با جواب دندان شکن نیری های تحت امرش دفع گردید. صبح تلفنی که با قماندان صاحب یار محمد دوستم داشتم با تمام سربازان خود دارای ساعت کامل بوده و به دشمنان کشور تلفات سنگینی را وارد کردند. شایاده که در مورد جراحت قمانداز سایب یار دوستم در شبکه اجتماعی دست به دست می شود واقعیت ندارد دوستان مطمئن باشین این اطلاع بابر فرهمان. جنگ در ارزگان سکوت کی زاو و درگیری در دو ولسوالی دیگر مقام های محلی در ارزگان می گویند نیروهای دولتی از ولسوالی گیزابی این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند همزمان به گفته این مقام ها طالبان بر ولسوالی چورا و چنارو حمله کرده و مقامت نیروهای دولتی دا مدارد عمر شیرزاد والی ننگرهار در پیام به خبرنگاران گفت که طالبان شب گذشته یک شنبه شانزه جوزا بر مرکز ولسولی جوره حمله کردن. او گفت که در این حمله تا اکنون چهار نفر از نیروهای دولتی و 15 نفر جنگیان و طالبان کشته شدند ولی اورزگان افزود که مقاومت شدید نیروهای دولتی در چوره جریان دارد و همزمان نیروهای کماندو به ساحه رسیده است شیرزاد علاوه کرد که طالبان همچنان بر مرکز ولسوالی نور نیز حمله کرده و در حال حاضر با نیروهای دولتی درگیری هستند والی روزگان همچنان تایید کرد که نیروهای امنیتی از ولسوالی کیزاب عقب نیشینی کرده و به جای امن انتقال داده شدند او تاکید کرد که نیروهای دولتی عقب مسنون داشتند دیروز نیروهای دولتی از مرکز ولسوالی شهرک غور نیز عقب نشینی تاکتیکی کردند عبدالظاهر ولی غور در گفتگو با رسانه ها خبر سقوط ولسوالی شهرک را تایید کرده و گفته است که نیروهای دولتی بدون جنگ عقب نشینی کردند طی هفته اخیر چندین ولسوالی در شمار از ولایات به دست طالبان افتاده است طالبان با ترجمان های نظامیان خارجی فرار نکنید با شما کاری نداریم همزمان با ابراز نگرانی در مورد سرنوشت ترجمان های افغان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان گفته که باید هیچ کس از کشور فرار نکند این گروه با آنها یعنی ترجمان ها کار ندارد جنگجویان طالبان دو به ابدی جوزا در اعلامیه گفتند که در دوره 20 سال اشغال شمار زیاد افغان ها فریب خوردند و در پهلوی نیروهای خارجی به حیث ترجمان با محافظت کار کردند اما اکنون نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند این افغان ها هم که در مورد جان خود ترس دارند میخوان از کشور فرار کنند طالبان خطاب به ترجمان ها و همکاران افغان نیروهای خارجی گفتند به همه این افراد از سوی امارات اسلامی خبر داده می شود که باید با ابراز پیشیمانی برگذشتهشان در آینده چنین رای را اختیار نکنند که خیانت با اسلام و کشور دانسته می شود این گروه تاکید کرده است که باید هیچ کس از کشور فرار نکند طالبان با آنها یعنی ترجمان ها کار ندارد بلکه دعوت می دهد که به زندگی عادیشان برگردند و اگر در های, های تخصص دارند به کشور خود خدمت نمایند طالبان گفته از طرف ما تهدید به آنها متوجه نیست جنگجویان طالبان افزوده است که این گروه زمان همکاران افغان نیروهای خارجی را دشمن خود میدانست که مستقیما در صف دشمن ما استاده بودند اما هرگاه آنها صف دشمن را ترک کنند و بخواهند به یک فرد و افغان در کشور خود زندگی کنند هیچ گونه مشکل به آنها پیش نخواهد شد و باید ترس داشت نداشته باشند <تصفیل> در اعلامی طالبان همچنین آمده است که اگر کس تهدید را به جان خود بهانه آنه گیرد و برای رفتن به خارج کیس سازی جعلی می نماید این مشکل خود است نه مشکل طالبان <leaves> اشرفغنی در مسیر نجیب راهی رستگاری کدام است علی موسوی خبرگزاری افاق آینده سیاسی و حتی امیتی اشرفغانی رئیس جمهوری درست به اندازه سرنوشت سیاسی و میتیا افغانستان مبهم و پیچیده است و هیچ کس نمیداند که چه سرنوشت در انتظار رئیس جمهوری است سال گذشته رئیس سازبق سازمان جاسوسی آیس آی پاکستان به گفته بود که غنی در افغانستان نه پایگاه قومی دارد و نه پشتیوانه سیاسی و باید با آخرین پرواز کابل را به مقصد غرب ترک کند در این میان حتی پیشبینیهای تر هم وجود دارد یکی از این پیش بینی ها تکرار سرگذشت دکتر نجیب برای شبونی است نماینده سازمان ملل در امور افغانستان و پاکستان در اواخر دولت نجیب و اوایل به قدرت رسیدن مجاهدین یکی از کسان است که معتقد است اشرف سر سرنوشت مشابه دکتر نجیب الله خواهد داشت و توسط امریکا تنها گذاشته می شود و او گفته است که نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان در اواخر حکومت خود از سوی ها تنها گذاشته شد و اشرف هم از سوی امریکا در انزوا قرار خواهد گرفت این نماینده افزوده است که امریکا افغانستان را تنها خواهد گذاشت و سرنوشت اشرفغنی نیز مانند نجیب و خواهد بود او که در سالهای نزد نود میان دولت داکتر نجیب و مجاهدین برای صلح میانجیگری میکرد همچنین گفته است که دولت کنونی از سوی کسانی که حمایت میشد رها شده است و گفته این نماینده با توجه به گفتگوهای سال دولت در آیشه قرار گرفته و تنها نزاگر واقع است او افزوده است که سال باید توسط خود مردم افغانستان صورت بگیرد و نمیتواند از خارج بر مردم افغانستان تحمیل شود شاید تلخ و ناامید کننده باشد اما قراین و نشانه های زیاد وجود دارد که این نماینده و افراد امفکر او را قانع می کند تا نتیجه بگیرند که سرنوشت تلخ در انتظار آقای غنی است بدترین سناریو این است که آقای غنی هم تا آخرین لحظه که وضعیت از کنترل او خارج می شود در افغانستان باقی بماند و در نهایت تصمیم بگیرد مانند خود نجیب از طریق میدان هوایی کابل کشور را ترک کند اما همان گونه که در آن زمان ملیشه های وفادار به دوستان به نجیب اجازه خروج ندادند به او هم چنین اجازه دادن نشود این سناریو اما نامتحمل به نظر می رسد.